اما این سوال تنها سوالی که خودم تر نکرده بودم عین 23 و رو خودم تحرک کردم بجز این اینو من ایدش رو از در واقع تلک مد بیس, بیس گرفتم یک سوال خفنیه خیلی خفنه اینو بعید میدونم اینو کمتر کسی میتونه حل کنه واقعا سالش قشنگه چون توش پیوستگی و آورده ولی خیلی هم لازم نبوده که پیوسه یوتیش خدا باشی برای اینکه حل کنی بریم هم حل کنیم میگه با یک کراسی بین individuals with a بی و a کوچیک b کوچیک فنوتیپ در واقع باعث میشه که یک فرزندانی پدید بیاد که اون فرزندان پنجاه درصدشون آی بزرگ بی کوچیک فنوتیپشون 50 درصدشون فنوتیپشون آی کوچیک بیه بزرگ خیلی جالبه واقعا سالش خفنه اومده فنوتیپ والدین رو داده گفته این فنوتیپ والدین بوده آی بزرگ بی بزرگ با آی کوچیک بی کوچیک بعد 50 درصد بچه فنوتیپشون شده آی بزرگ بی کوچیک 50 درصد شده آی کوچیک بی بزرگ حالا بیا بگو ببینم بیا اون والدی که در واقع فنوتیپش آی بزرگ بی بزرگ بوده رو بگو جنوتیپش چیه این والد رو میخواد پس یه بار دیگه گفته آقا یه والد مثلا والد یک اینجا هم والد دو گفته فنوتیپ والد یک چیه؟ ای بزرگ بیه بزرگ فنوتیپ والد دو ای کوچیک بیه کوچیک اینا در واقع بچه هایی دادن نتایجی دادن به این حالت که تو اونا پنجاه درصدشون از بچه ها فنوتیپ آی بزرگ بی کوچیک داشته پنجاه درصدشون فنوتیپ آی کوچیک بی بزرگ داشته میگه بگو ببینم این والده یکی فنوتیپش آی بزرگ بی بزرگ بوده جنوتیپش چی بوده؟ اینو میخواد جنوتیپ اینو از شما میخواد خب بریم با هم بررسی کنیم اینجا واقعا باید نوشتی کوچولو صادش وقت یه کوچولو فقط آقا والدی که فنوتیپش بوده A بزرگ B بزرگ این فنوتیپش بوده دیگه ژنوتیپش چی بوده؟ چیا میتونه باشه؟ اول بیام ژنوتیپش رو پیدا کنم خب ژنوتیپش میتونه این حالت باشه آ B آ بی بزرگ B بی بزرگ این هم فنوتیپش میشه این میتونه این باشه آ آی بزرگ آ کوچیک B بزرگ B بزرگ میتونه این باشه آ آی بزرگ آ کوچیک B بزرگ B کوچیک و میتونه این باشه آی بزرگ آی بزرگ بی بزرگ بی کوچیک این چهار حالت این فنوتیپو رو به من در واقع میده اما دومی دو چی؟ دومی دو چی بوده؟ دومی دو بوده آی کوچیک بی کوچیک خب این خیلی مشخصه این فقط جنوتیپش این میتونه باشه این جنوتیپه که فقط این فنوتیپ به من میده این هم والد یک این هم اینجا هم والد دو خب آقا گفته که پنجاه درصد فرزندان جنوتی شده آی بزرگ بی کوچیک پنجاه درصد دیگه آی کوچیک بی بزرگ به این حالت های مختلف رو با هم ببینیم به حالت های مختلف رو با هم ببینیم آیا نیازی که من تمام این در واقع چهار حالت های اینجا بررسی کنم من میگم نه نیاز نیسته که نیستم هوشمندانه برخورد کن هوشمندانه یعنی چی یعنی ببین والد بالایی من اگر این باشه ژنوتیپش همواره تمام گامتایی که میده آی بزرگ بی بزرگ خب این همیشه به من آی بزرگ بی بزرگ میده وقتی من آی بزرگ بی بزرگو بده من چطوری اینجا پنج درصد فرزندام شدن آی کوچیک بی بزرگ و آی بزرگ بی کوچیک چرا چون اینکه همیشه گامتی که میده آی کوچیک بی کوچیک این هم همیشه آی بزرگ بی بزرگ یعنی اگر والد من این بود با این اگه لقا کنه تمام فردندا میشن آی کوچیک آ بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک این میشدن که همه اینا فنوتیپشون آی بزرگ بی بزرگ خب چنین چیزی مشخصه که امکان نداره این میشه پس گزینه اول رد میشه گزینه دوم چی گزینه دوم هم حتی همینطور حالا اینجا با هم می نویسیم. گزن دوم چه گامت هایی میده؟ گامت هاش ممکنه آی بزرگ بی بزرگ بشه و آی کوچیک بی بزرگ بشه این گامت هایی که دوم میتونه من بده این هم که گفتم فقط هم یه نگامت میده حالا اگه این دوتا این دو گامت برن با این لقا کنن چه چیزی من میده؟ میده آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک و آی کوچیک آی کوچیک این بیه بزرگ با اون بیه بزرگ بیه بزرگ بیه کوچیک خب من از سوال دارم این یعنی الان فنوتیپش میشه چی میشه آی بزرگ بیه بزرگ این فنوتیپش میشه چی میشه آی کوچیک بیه بزرگ خب آیا با چیزی که سوال گفت خوند نه سوال گفت من آی بزرگ بیه کوچیک رو میخوام اینجا آی بزرگ بیه کوچیک حاصل نمیشه این رد شد اینم نمیتونه باشه پس والد اول اینم نمیتونه باشه اگه این حالت بشه خب این چهار نو گامت میده آیا بزرگ آیه کوچیک ببخشید اشتباه نوشتم آیا بزرگ ب بزرگ آیا بزرگ ب کوچیک آیا کوچیک ب بزرگ آیه کوچیک ب کوچیک این حالت که داره خب این چهار نو گامت این که نوع گامت میده بعد از لقاه چه چیزهایی به من میده این رو من میده آیه بزرگ آیه کوچیک ب بزرگ ب کوچیک این حالتش. دومی با اون اگه بره میشه بزرگ آی کوچیک بی کوچیک بی کوچیک سومی با اون اگه بره آی کوچیک آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک چهارمی با اون چهارم اگه بره آی کوچیک آی کوچیک بی کوچیک بی کوچیک خب این میتونه باشه این چه فنوتیپی من میده آی بزرگ بی بزرگ این چه فنوتیپی میده آی بزرگ بی کوچیک این چه فنوتیپی میده آی کوچیک بی بزرگ این چه فنوتیپی میده آی کوچیک بی کوچیک خب بیاییم با هم ببینیم الان اینجا احتمال هر کدوم اینا 25 درصده همین چهار حالت رو داریم دیگه 25 درصد اینه 25 درصد اینه 25 درصد اینه 25 درصد اینه بچه ها یه سوال ازتون دارم الان قبول دارید اگر این آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ, بزرگ، بی کوچیک پیوستگی نداشته باشه این حالت ها میشه قبول دارید این حالت ها میشه که پیوستگی نداشته باشه یعنی روی کرموزوم مختلف باشه اینو اصلا اینجا میخوام توی صفحه جدید بد نشون بدم پس اینجا ببین آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک این چالت هایی داره این خب میتونه این مدلی باشه یعنی روی کرموزوم های پسلا همتا مثلا اینجا ژن آ قرار داره علیل آ قرار داره مثلا روی کرموزوم شماره یک روی کرموزوم شماره دو چی قرار داره این مدلیه بیا قرار داره این مدلی مثلا اینجا بیه بزرگ بیه بزرگه اینجا مثلا بیه کوچیک بیه کوچیک چون هومولوگیس کروموزوم اینجا بیه اونورم قطعا بیه یعنی یک در با یک موضوع صحبت میکنه ولی شکلش متفاوته اینجا بیه بزرگ اینجا بیه کوچیک خب داشتم خدمت میگفتم انقدر سوال قشنگه میتونم یه ساعت صحب در صحبت کنم توالت غیر پیوستگی یعنی این مدلی یعنی روی کرموزوم های مختلف ایندیپندنت میگیم این دیپندنت پیوسته نیست غیر در واقع غیر مستقل این مدلیه این حالت میشه حالا ممکنه مثلا این کروموزوم یک باشه این دو باشه روی یک کرومزوم نیست به خاطر اینه که من میگم اینجا چه حالت داریم چرا؟ چه ممکنه آقا توی میوز این کروموزومه با اولی بیاد که بشه آی بزرگ بیا بزرگ این کروموزوم با دومی بیاد بشه آی بزرگ بیه کوچیک یا نه این کروموزوم با اولی بیاد بشه آی کوچیک بیه بزرگ بیاد. این کروموزوم با دومین بیاد بشه آی کوچیک بیه کوچیک همون چهار حالتی که برات بالا نوشتم که میشد 25 درصد 25 درصد 25 درصد اما آی پیوستگی باشه چی یعنی بشه آی بزرگ آی کوچیک بیه بزرگ بیه کوچیک تو حالت پیوستگی لینکیج یا اسوسییتد تو لینکیج یا اسوسییتد ژن ها رو یک کروموزوم هن. یعنی اینجا داری نشون میدی مثلا اینجا داری میگی آی بزرگ آی کوچیک اون بیه بزرگ بیه کوچیک تم همین جاست این حالت یکیش حالت دوشی اینجا مثلا گفتی آی بزرگ آی کوچیک حالا اینجا برعکس باشه بیه کوچیک این بر باشه بیه کوچیک بیه بزرگ اینطوری آقا اگر این گامت بده این چه گامت های من میده این گامت که من میده کلا دو حالته آی بزرگ بی بزرگ آی کوچیک بی کوچیک یعنی پنجه درصد اینو میده پنجه درصد هم اینو میده دیگه من هم ننوشتم ننویشتم و اینا بعد اینطوری نشون میدادم بس اصلا اونطوری نشون بدم قاطی نکنید آه. بیا این الان هومولوگیزش خب این چی؟ این اگر بیاد میوز و انجام بده این آی بزرگ به کوچیک میده و آی کوچیک به بزرگ حتی بخش من پوزش میخوام اینجا اینا رو اشتباه نشون درستش کنم سریع من براتون درست کنم اینجا رو مادم پیوستگی رو نشون بدم حواسم نبود که کرماتی داری خیلی منظورم این بود اینطوری اون یکیش مثلا این مدلی هم تایه اینجا مثلا باشه آی کوچیک آی کوچیک اینجا هم بی کوچیک بی کوچیک الان درست شد حالا اون حالتش برعکس باشه اینجا اینطوری باشه اینجا مثلا علیلای آ باشه اما اینجا بی کوچیک باشه <applause> اینجا آی کوچیک باشه اینجا بیه بزرگ میشه الان ببین الان تو فرزندان که میبینی بیا پنجاه درصد این حالت رو دارن 5 درصد هم این حالت رو دارن چون میدونم این تو آنافاز قراره این دوتا از هم جدا بشن الان دوتا که از هم جدا میشن همواره یه سلول آی بزرگ بیه کوچیک، اون که سلول آی کوچیک بیه بزرگه خب ما هم سالمون همین رو داشت میگفت بیا اونم میگفت 50 درصد باید فرزندان آیا بزرگ بیه کوچیک و آیا کوچیک بیه بزرگ باشن که دقیقا جوابمون همینه این بالا یکی میگفت ایندیپندنت کاراکتر یعنی ما پیوستگی نداریم پیوستگی نداریم به خاطر این بودش که من دیگه پیوستگی اینجا بررسی نکردم اینجا همون فرض کردم که پیوستگی نداریم عادی حل کردم ولی اینجا دولت پیوستگی حلش کردم اینطوری شد پایینیش هم بررسی میکنم دیگه پایین ترش نمیخواد مورد چهار رو با هم بررسی کنیم داریم میگه که این حالت باشه یعنی باشه آی بزرگ آی بزرگ بی بزرگ بی کوچیک بی آی بزرگ آی بزرگ بی بزرگ بی کوچیک این طولت پیوستگی چه هایی داره؟ این طوریه. مثلا اینجا جنه آی این پایینش بر بی حالا اون یکی کروموزومه همتاش اونم آ دیگه اونم اینجا آ ولی اینوار بی بی کوچیک اینطوری خب این تو آنافاز که جدا میشه میخواد گامت بده همواره گامتاش میشه آی بزرگ بی بزرگ و آی بزرگ بی کوچیک یعنی 50 درصد اینه 50 درصد اینه اون چیزی که صورت سوال گفت رو در واقع من نمیداد پایینیش هم بررسی کنیم دقیقا همین اصلا پایینی با حذف گزینی رد میشه نگاه کن اصلا تو این ژنوتیپ والدش ما بیه بزرگ نمیبینیم اون یکی والدم که بیه بزرگ نمیده پس چطوری من اینجا تو فرزندم بیه بزرگ داشتم پس این با حذف گزینه رد میشه این سوال سوال خیلی سختی بود ولی با حذف گزینه ما میتونستیم حقیقتا حلش کنیم به راحتی با حذف گزینه قابل حل بود اینم در واقع از این سوال بسیار بسیار زیبا شما سوالاتی که تو ساعت آیمات بررسی میکنید یا کلا حل کردید 99 درصد این مدلیه یعنی پیوستگی نداره ولی وقتی پیوستگی داشته باشه یعنی دو تا ژنا رو باید روی یک کروموزوم نشون بدی ببین اینجا ما یه جایگاه برای ژن داریم یه جایگاه برای ژن بی داریم جفت اینا رو باید روی کروموزوم نشون بدی ولی اینجا نه وقتی پیوستگی نداریم یعنی ایندیپندنت یا نان لینکیج حالت عادیه اینجا دو تا جایگاهی که داری متفاوت ممکنه این روی کروموزوم مختلف نشون بدیم مثلا کروموزوم شماره یک بوده این کروموزوم شماره دو بوده بعد مثلا توی متافاز نه توی مثلا زیر هم بودن خاطر این بود که بار فرض کن این با اینجا دا میشه یه بارم برعکسش اون اینجا باشه با بالای جدا بشه مثلا بشه آی بزرگ بیه کوچیک خب یعنی در واقع این سوال خفن پس حواست باشه اینی که من اینجا میشم 25 درصد 25 درصد 25 درصد 25 درصد این در حالتی بودیش که ما ایندیپندنت کاراکتر بررسی میکردیم یعنی ویژگیایی که اینا مستقلن پیوستگی ندارن که میشد 25 درصد 25 درصد 25 درصد ولی پیوستگی باشه پنجا و رو میبینیم خسته نباشید من جای شما بودم این فیلم این قسمت رو دو سه بار دیگه میدیدم چون این سوال خیلی مهمه و اینقدر مطالب زیاده پیوستگیش نیازمنده اینه که شما فیلم رو دوبار ببینید یه چیزی هم تا اینجا بگم آمیزش مثلا مونو هیبریدی میتونه بشه مونو هیبرید دی هیبریدی و تری هیبریدی هیبرید حالت دیگه بیشتر هم میتونه بشه آقا مونو هیبریدی ها چه مدلیه همینه که عادی انجام میدن گفتیم آقا آی بزرگ آی کوچیکو میایم بررسی میکنیم با این بعد اصلا گفتیم گامتی که میده آ آی بزرگ آیه کوچیک اینم گامتی که میده آیه کوچیک آیه کوچیک کراس عادیو می نوشتی میشه مون هیبریدی دیبریدی این مثلا داری آ بزرگ آ کوچیک بی بزرگ بی کوچیک مثلا میخوای بی ببینی با اون والد آ آی کوچیک آیه کوچیک بی بزرگ بی کوچیک اینطوری میخوای اینا رو با هم بررسی کنی این میشه دیبریدی توی دیبریدی دو تا ژن بررسی میشه یعنی ژن های مربوط به آ و ژن های مربوط به بی مونو یه ژنره بررسی میشه ژن های آ توی تری سه بررسی میشه مثل این حالت آی بزرگ آی کوچیک بی بزرگ بی کوچیک سی بزرگ سی کوچیک مثلا با این آی کوچیک آی کوچیک بی کوچیک بی کوچیک سی کوچیک سی کوچیک این میشه که آمیزش سه تا جایگاه ژنی داره بررسی میشه حالا این سه تا جایگاه ژنی میتونه همش روی کروموزوم باشه روی کروموزوم مختلف باشه و حالت‌های مختلفی رو با هم ببینیم اینم آمیزش تری هیبریدی الان اینجا ما سه تا جایگاه داریم تو هر جایگاه علیل های من هتروزایگوس هستن هتروزایگوس هتروزایگوس هتوزایگوس اینجا تو هر سه تا جایگاه هموزایگوس هستن که دیگه اینا رو بلدید